حالا با سوت آقای محسن ترکی این بازی آغاز میشه و دو تیم بازی رو آغاز میکنن. بازیکن 66 پرسپولیس یه ضربه زد و توی دروازه، گل برای پرسپولیس. دروازه باز میشه، نوراللهی با پشت سر دروازه سایپا رو باز کرد. نگاه بکنید، این صحنه است که دروازه سایپا باز شد. این ضربه سر غافلگیر کننده، معمولا این گونه ضرباتی که با پشت سر به توپ میزنن دروازه‌بان رو خیلی غافلگیر میکنه. حالا برای گابریل، یه نگاه به چرخ چارچوب، مسلط روی توپ، یه بازیکن در مقابلشه، مسیر توپ رو تغییر میده، این ضربه و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. در اکثر مواقع سوت‌های آقای ترکی باعث میشه بازی از جریان بیفته. 38 دقیقه و 17 ثانیه، این پاس رو به جلو برای تارمی، موقعیت میتونه تک به تک بشه با دروازه‌بان، این ضربه و گل دوم، گل برای پرسپولیس. تارمی دروازه رو باز میکنه و خوشحالی برانکو ایوانکوویچ. نگاه بکنید، این تارمیه که تک به تک شد با دروازه‌بان و یک ضربه تمام کننده کار رو 2-0 کرد. گابریل، حالا برای محمد نوری، حالا برای تارمی، به سمت دروازه حرکت میکنه و توپشو بدون خطا میگیره حامد فلاح زاده. 44 دقیقه دقیقاً، یک استال بلند درون محمد، یه جریمه، ضربه سر و لنایت توپ توی دروازه قرار میگیره. گل برای سایپا. سایپا میتونه به بازی برگرده. نگاه بکنیم با هم، یه پرتاب بلند درون محوطه جریمه، اونجا بازیکنان غافل شدن از حکیم نصاری، البته توپ به سر بابک حاتمی برخورد کرد. فکر نمی‌کنم این گل رو گل به خودی بخواد ثبت بکنه داور. نوری در فضای تیر یک جاگیری کرده. حالا میدا بودی، ارسال بلند به دروازه، این ضربه سر و توپی که به شکل خطرناک از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون میره. این برم امید عالی شاه، یک ارسال بلند به روی دروازه، تارمی باید رها میکرد تا من نوری به توپ برسه، نوری و توی دروازه، گل برای پرسپولیس. پرسپولیس 3-1. تازه داشت آماده میشد تا شادی مخصوص به گل خودش رو انجام بده با بازوبند کاپیتانیش که متوجه شد، فکر کنم توپ به دستش برخورد کرد، داور اونجا هند گرفت، آفساید هم نبود. میلاد میره تا اونجا ضربه رو بزنه. حالا موقعیت برای بازیکن تیم سایپا، یه بازیکن تازه‌شو از دست میده و داور به سمت نقطه پنالتی حرکت میکنه. نگاه بکنیم، تعویض طلایی مجید جلالی، حامد شیری در مقابل سوشا مکانی و توی دروازه، گل برای سایپا. 2-2 مساوی. سایپا کاملا دیگه به بازی بر میگرده. تیم جوان سایپا بازی رو در مقابل پرسپولیس به تساوی میکشونه. همون نسخه همیشگی برای تیم پرسپولیس در این بازی هم داره اتفاق میفته. پرسپولیسی هایی که بیشتر بازی هاشون رو در نیمه دوم واگذار کردن یا حداقل نتیجه براشون تغییر کرده، در این بازی هم داره این اتفاق میفته. این بار گابریل حرکت میکنه، توپشو میفرسته به دهانه دروازه، توپ برگشت داده میشه، بابک حاتمی به توپ میرسه، باید توپو بفرسته روی دروازه، این کارو انجام میده، ضربه سر از امید علی شاه و لنایت باز هم کرنر. ابراهیم شکوری، بازیکنی که با پای چپ ضربات سنگینی میزنه. البته این ورزشگاه من به خاطر دارم، گلای راه دور زیبایی در این ورزشگاه به دست اومده. حالا ضربه زده میشه و واکنش عالی از سوشا مکانی، نجات میده دروازه پرسپولیسو. به هر شکلی ممکن توپ رسید به مجید ایوبی، یک ارسال رو به جلو، موقعیت برای میلاد میداودی و در نهایت توپی که به بیرون میره. توپ به کورنر رفت به نظرم، ولی سوشا بعد از اون بلند شد و دوباره توپ رو شوت کرد. نگاه بکنید حرکت های سر، توپ بلند میاد روی دروازه،
این بار ارسال به دهانه دروازه و سوشا مکانی، توپ میگیره توی دروازه، گل برای سایپا. گل پذیرفته میشه یا نه؟ داور گل رو نمیپذیره، گل پذیرفته نیست. چه لحظه سخت و نفسگیری برای طرفداران پرسپولیس رقم خورد. نگاه بکنید اینجا دفعه ناقص سوشا و مجید ایوبی اومد و توپ رو در دروازه قرار داد.